این تیم هنرمندان نقاش که از چند روز به این سو با ابزار کارشان در حرات دیوارنگاری میکنند، میگویند با هنرشان تلاش میکنند به شهروندان نوید آمدن صلح را به تصویر بکشند. یک از پیام های این تصویر این صلح فصل تازه از آبادانی افغانستان. اگر ما واقعا صلح داشته باشیم، امنیتی داشته باشیم، هیچگاه کودک ما یا خانواده ما دیگه مهاجر نمیشه، دیگه نیاز به مهاجرت ندارن. جمعه علی هنرجو که این تیم را رهبری میکند و از چند سال به این سو تصاویر جنگ و صلح را به تصویر میکشد، حقایق تصاویرش را بیانگر صفحه تازه‌ای از فرصت به وجود آمده صلح در کشور میگوید. یک تصویر بیانگر هزاران سخن، اگر واقعا درکی داشته باشد، هم یک تصویر از هزاران سخن بیشتر. هرچی ما گپ بزنیم به جایی نمیرسه، این که عملا میبینن به تصویر خود متوجه میشه. او همچنان از طرفهای درگیر جنگ در کشور به خصوص طالبان خواسته های نیز دارد. باید کافر میشینن صلح میکنه، بیان با برادر مسلمان خود بشینن صلح کنن. اونجا با آمریکا میشینن به یک میز غذا میخورن، صلح میکنن، میخندن، چی میکنن. اما بیان با این برادر مسلمان خودم بشینن مسلمانه، باور کن جنگ بس خستش کنه کل همه مردم. هنرجو با دیوارنگاری در شهر توجه استادان نقاشی را به خود جلب کرده است و به باور آنان نقاشی تصاویر صلح می تواند تلنگری برای امیدواری به آمدن صلح در کشور باشد. انسان ها همیشه یک چیزها را گاهی وقتا فراموش میکنن، نظر نمش کنن، ولی خب این خود از این میتونه همیشه یادآوری کنه که از فضایی که داریم، از وضعیتی که داریم، وضعیت های بهتر و زیباتری هم وجود داره و نوعی یک تلنگری هست که میتونه خیلی حال بیدار بکنه و حداقل بزو فکر کنند و مطمئنن این پایدار خواهد شد. این تیم نقاش میگویند تا کنون دو تصویر را توانستند در شهر ترسیم کنند و میکوشند تا در درازای ماه جاری شمارشان را به 10 تا 12 تصویر افزایش دهند. هرچند گفته ها از آغاز گفتگوهای بین الافغانی وجود دارد، اما با آن هم دیده شود دورنمای خاص اینان که آمدن صلح در کشور و آتش بس دائمی است، در این گفتگوها تحقق خواهد یافت یا خیر؟